سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. فرازمینی‌های نوردیک. در یوفولوژی بیگانگان نوردیک به عنوان فرازمینی‌های انسان دوست شناخته می‌شوند و کسانی که آنها را ملاقات کردند آنها را به طور معمول حدوداً 2 متر با موهای بلوند بلند، چشم‌های آبی و رنگ‌های پوستی از سفید تا برنزه توصیف می‌کنند. جورج آدامسکی اولین شخصی است که ادعای تماس با بیگانگان نوردیک را در اواسط دهه 50 داشته است. محققان و یوفولوژیست‌هایی که با نوردیک‌ها دیدار داشتند، از موجوداتی با ویژگی‌هایی که به عنوان آریایی توصیف شده است یاد می‌کنند. پروفسور استفانی کلی رومانو میگوید بیگانگان نوردیک غالبا با رشد معنوی و عشق همراه هستند و به عنوان محافظان عمل میکنند. در علم یوفولوژی بیگانگان نوردیک اغلب به عنوان موجودات خیرخواه یا حتی جادویی توصیف شدند که میخواهند با انسانها ارتباط برقرار کنند و نگران محیط زیست زمین یا چشم‌انداز صلح جهانی هستند. آنها همچنین قدرت‌های تلپاتی را به بیگانگان نوردیک نسبت میدهند. گفته میشود آنها نیز مثل انسانها توسط آنوناکیا به وجود آمدند. پروفسور رومانا اظهار داشت که فرازمینی‌های نوردیک از احترام بیشتری در مقایسه با موجودات دیگر مانند خاکستری ها و ریپتالین ها برخوردار هستند. تمدن های باستان در سراسر جهان از موجودات فرشته‌ای سخن گفتند که از آسمان فرود آمدند و توسط خدا ارسال شدند تا با اشتراک گذاری خرد معنوی و عاطفی خود به بشر کمک کنند. البته در این مورد به پلیادین ها نیز اشاره شده است. به نظر می‌رسد که این موجودات اساسی مأموریت خود را تا به امروز ادامه دادند. نوردیکا گونه‌ای شبیه به انسان هستند که برای اولین بار در دهه 1950 شروع به نشان دادن خود به افراد نمودند و ادعا می‌کنند که از سیاره زهره آمدند. اینکه آیا سیاره نوردیکا زهره است یا خیر قابل بحث است، چون که ممکن است بخواهند به دلایل امنیتی خانه واقعی خود را مخفی نگه دارند. اعتقاد بر این است که این موجودات صلح‌آمیز همان پیام آورانی هستند که آمدند و پیشبینی شده که آمدن آنها نشانگر پایان دوره چهارم است. البته همانطور که گفتم این مورد درباره نژاد پلیادین ها نیز صدق میکنند. نوردیک ها شاید فرازمینی باشند، اما از نظر ظاهری شبیه مردمان اسکاندیناوی هستند. آنها میتوانند به راحتی در زمین اقامت کنند و کسانی که با این نژاد در تماس بودند میگویند ظاهر نوردیک ها به آنها اجازه میدهد تا آزادانه در کنار انسان ها زندگی کنند. بسیاری از مخاطبین نیز ادعا میکنند که این موجودات فاقد حس بویایی هستند. آنها به عنوان بخشی از فدراسیون کهکشانی هستند و غالبا فاصله خود را از بشریت حفظ می‌کنند و از راه ارتباط تلپاتی یا از طریق رویاها ارتباط برقرار می‌کنند. این گونه کمتر آدم ربایی انجام می‌دهد و اگر درگیر این موضوع شوند معمولا در رابطه با پیام صلح و نگرانی مربوط به محیط زیست زمین است. شایع شده است که رئیس جمهور آیزنهاور با گروهی از فرازمینی‌های نوردیک در ازای متقاعد کردن ایالات متحده برای خلع سلاح برنامه موشکی هسته‌ای خود به ازای فناوری پیشرفته ملاقات پنهانی داشتند. گفته می‌شود این رویداد در فوریه سال 1954 در پایگاه نیروی هوایی ادواردز اتفاق افتاده است. اعتقاد بر این است که این جلسه بدون توافقی به پایان رسیده است. اما تصور می‌شود که آیزنهاور با بیگانگان خاکستری وارد مذاکره شده است و توافقی که تضمین می‌کند ایالات متحده می‌تواند ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود را حفظ کند در حالی که فناوری‌های پیشرفته‌ای را از ایتی دریافت می‌کند بین آنها انجام شده است و در ازای این تکنولوژی خاکستری‌ها مجاز به ربودن و آزمایش مردم آمریکا هستند. در سری فیلم‌های ارباب حلقه ما شخصیت‌هایی به نام الف را مشاهده می‌کنیم با همین مشخصات. البته در این فیلم‌ها از این اشخاص به نام جن ها یاد شده است که البته به دور از ذهن هم نیست، چرا که در ادیان و روایت های دینی از چند نوع جن یاد می شود که یکی از آنها با همین خصوصیت است که به گفته همان روایت ها در جنگل ها زندگی می کنند. به گفته محققان و دانشمندان و یوفولوژیست ها نوردیک ها شباهت های بسیاری به ساکنان کشورهای اسکاندیناوی دارند که جالب است که بدانید به کشورهای اروپای شمالی و آتلانتیک شمالی نوردیک گفته می شود. اگر بخوایم فکر کنیم که اقوام کشورهای اسکاندیناوی برادران و یا نوادگان نوردیک‌ها هستند، پس بهتر است به فیلم تور اشاره کنم که در سری فیلم‌های اونجرز وقتی آزگارد نابود می‌شود، تور و مردمانش به سیاره زمین می‌آیند و خیلی جالب است در منطقه‌ای ساکن می‌شوند که کاملاً شبیه به کشورهای اسکاندیناوی است. و باید بدانیم که در داستان‌های مردم این منطقه از تور به عنوان خدایان یاد می‌شود.
لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.